بعد از ظهر آره همگی به خیر امروز چهارشنبه دهم دی ماه 1399 اینجا رادیو مسقال خب بورس امروز یک دفعه آخر وقت مقدار کاهشش خیلی سریع شد یه مقدار کاهشی بود ولی خب آروم بود این آخر وقت یه دفعه این مقدار زیاد شد و خب اومد زیر 1400 خیلی قشنگ 1400 داشت مقاومت میکرد بالای 1400 مونده بود البته حالا دو هزار تا سه هزار تا اصلا نه ده هزار تا بالا و پایین یک و چهارصد در حقیقت توی یک میلیون و چهارصد هزار تا ده هزار واحد اصلا چیزی نیست ولی خب از نظر روانی میتونه تاثیر گذار باشه در هر صورت آخر هفته شو منفی تموم کرد و منفی چهارده هزار و همچنین زیر یک چهارصد میگم فقط اینطوری میشه گفت وگرنه همون یک و یک منو سی ست و هشت ولی در اصل شاخص بورس به دلارمون یک واحد کم شد دیگه پنجا و پنجمون شد پنجا و چهار که خب اینو میدونید این تا چهل هم جا داره حالا نه اینکه قطعا بیاد تا چهل ولی تا چهل بیاد کاملا طبیعیه ولی خب ممکنه دیگه حد پنجام کم نشه ممکنه اصلا کم بشه ممکنه اصلا سی هم بشه تو این جمهور اسلامی دیگه اصلا هیچی رو حساب کتاب نیست ولی حالا میخوام رنجش رو یادمون بیاد که این قاعدتا طی این مدت این برهه و میدونید این رنج رنجی نیست که همیشگی باشه این برهه ایه ولی تو این برهه رنجش باید چهل و 45 باشه تا 60 که بعد از اینکه رفون اون دو میلیون رو زد و برگشت پایین دیگه حفظ کرده رنج خودش رو حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته فقط اینو خدمتتون عرض بکنم که هنوز اتفاق بدی نیفتاده ولی میتونه یک دفعه زیر پاش خالی بشه وقتی میگم یک دفعه زیر پاش خالی بشه یعنی اگر رفت به اون جایی که قبلا بوده یعنی کجا یعنی یک و دیویست یک و دیویس برگردوندش اگر رفت به اون سمت اگر رفت حالا شاید اصلا نره اگر رفت میتونه فاجعه اتفاق بیفته که این اگر رو بدونید در درجه اول دلار میتونه براش تعیین کننده باشه اگر دلار حرکت سریع به سمت پایین بکنه قطعا یک دفعه میگم شاهد خواهیم بود که زی بورس زیر پاش خالی بشه و سریع تر از اون چیزی که فعلا داریم میبینیم سقوط کنه ولی بله خب اگر آرامش که فعلا حک فرماس باشه خب هم دلار نسبتا آرومه دارید میبینید و همین که بورس هم آرومه دیگه بورس هم داره نوسان میکنه اینکه همیشه فکر کنیم یه چیزی تا ابد بره بالا یا تا ابد بیاد پایین امکان پذیر نیست اصلا امکان نداره در کل که همه چی تو ایران داره میره بالا ولی خب اون هم تا یه برهه میره بالا یه مدت میمونه یه مدت سایدوی میشه یه مدت آرامش میگیره بعد حالا بعد از یک مدتی طولانی شاید حتی چند ساله دوباره ها این حرکت ها ادامه میشه ولی در کل این ماه ما به این هفته از میخوام این هفته 25 هزار تا حدودن از شاخص بورس کم شد امروز 2400 تا صفوف خریدش بود اول وقت 1400 تا اول وقت صفوف فروشش بود با اینکه صفوف خرید بیشتر بود ولی دیدیم این اتفاق افتاد و دوباره تکرار میکنم بالای 1400 بود و خود من هم خیلی تعجب کردم مثلا انتظار نداشتم که این اتفاق بیفته و خیلی هم تلاش میکردن نمیدونم چی شد حالا اونایی که تو بورسن بهتر میدونن چی شد که یک دفعه آخر وقت اینطوری شروع کرد چند صد تا چند تا پایین اومدن تا اینکه خودشو گذاشت زیر و خب در کل بیش از هزار میلیارد پول از بازار خارج شد هزار و, سی و چار. البته این عدد و سورس هایی که دارن متفاوت اعلام میکنن حتی بالاتر از اینم اعلام کردن من همیشه کفشو میگم فرقی نمیکنه حالا خیلی و هر صورت هزار میلیارد پول خارج شدن این به چشم میاد یادتونه اعداد مثلا قبلی خیلی کمتر بود این اصلا قشنگ به چشم میاد امروز حجم خروجی خیلی زیاد بود و اگر بخوایم هفتگیش رو در نظر بگیریم ما توی این هفته 2171 بیلیون از بازار خارج شده که خب نصفش امروز اومدیم بیرون ببینید نصفش امروز اومدیم و شاخص هم که که کردم کلا 25 تا تو این هفته اومده بیرون و بخوایم حساب بکنیم حدودا 84 و میلیون دلار از بازار خارج شده حالا نسبت به هفته پیش هفته پیش ورودی داشتیم اگر یادتون باشه که 2700 تا بود الان 2100 تاست یعنی هفته پیش ورودی بیشتری داشتیم این هفته فقط امروز خیلی اتشش توم بود هفته پیش 107 میلیون دلار وارد شد الان 84 میلیون دلار خارج شد ولی اگر هفته قبلیه رو بریم بیاریم هفته قبلیه عددش دو برابر این اعداده پنج هزار خروجی بود اون پنج هزار خروجی بود اون هفته اگر یادتون باشه نزول داشتیم نزول خیلی شدیدی هم داشتیم این دو هفته نسبتا آرامش داشتیم حالا یه هفتهش رفت بالا اون یه هفتهش همون حدود اومد پایین حالا باید منتظر هفته آینده باشیم و خیلی جالبه که امروز آقای پزند فرمودن که بورس در ریل مناسب قرار داره خود کانال بورسی ها کلی مسخرهش کردن همین هفته و همین امروزی که داشت میومد پایین و اومد این اتفاق واسش افتاد ایشون گفت که در ریل مناسب قرار داره البته که اینو همیشه بدونید آقای اون وقتی یه چیزی رو میگن خوبه یا یه چیزی رو میگن بده شرط خودشونو رو بررسی میکنن کلن اصلا یه دو دو تا چارتاست دولت و ملت از هم جدا یعنی اینجا اصلا دقیقا یعنی انگار دو تا مملکته و دو تا مملکت موازی هم نیست دو تا مملکتیه که مثل کفه ترازوه یعنی البته کفه ترازوه که متاسفانه یه طرفش فقط میره پایین متاسفانه اون یه طرف فقط میره پایین این طرفه حالا بعضی وقتا میره بالا بعضی وقتا میاد پایین حالا اگر این طرف بره بالا ما میایم پایین اون طرف بیاد پایین ما بیشتر میایم پایین حالا با یه کفه ترازو اینجوری ابدا کنیم چون جمهور اسلامی اگه جای برداشت کنه که جیب منو شما داره برداشت میکنه اگه جای کم بیاره دوباره جیب من و شما کم بود و جبران میکنه فقط اینو بدونید وقتی که حالا میان میگن این چهل سال بهتر از چهل سال دیگر خواهد بود یعنی واسه خودشون خواهد بود نتیجش هم میبینید و وقتی میان میگن شرایط به به چه شرایطیه یعنی خودشون این شرایط خیلی شرایط خوبیه نه ما الان هم بله بورس رو ریلی که دلشون میخواست قرار گرفت پول ملت اومد سوخ شد پود شد فریز شد نابود شد اینا مشکلاتشون رو نسبتا حل کردن از اون بره گذشتند خب امروز سهام عدالت هم متاسفانه هشت درصد کاهش پیدا کرد و خبری که دوباره خود کانال های بورسی امروز منتشر کردن سقوط شاخص به کانال یک ممیز میلیون با تناب بزرگان بازار خبری از بازارگردان های بورسی و صندوق تصدیق نیست حالا بعد از اون طرف دشپسن میاد میگه نه این بازارگردان داریم الان چقدر خوبه بعد خب اونایی که تو بورسن خوشحال نیستن خب یعنی چی؟ یعنی خوبه؟ یعنی واسه خودشون خوبه هزار بار گفتم فقط کافی یه ذره اونو باز کنیم شما اگر بلندشید برید دم ایران خود رو التماس کنید خودتون رو به در و دیوار بزنید نمیدونم تکدی کنید بهتون چیزی میده هرگز نمیده آقا قیمت ماشینش یه چیزیه تا بتونم بهتون گرون بپوشه حالا یه وقتی میتونه ایران خودرو مهربون شه اون وقتی که رقیبی داره اگر رقیبی چه داخلی چه خارجی داشته باشه اون وقت مجبور کیفیت ماشینش رو طوری قرار بده قیمتش هم طوری قرار بده که شما بری به سمتش ولی وقتی رقیبی نیست ماشین خارجی با کنترل خودشون وارد میشه و با قیمتی که نسبت به ماشینای داخلی ماشینای داخلی باز به صرفه چرا چون اونا رو چند صد درصد روشون مالیات میگیرن برای اینکه کسی اه... که میخواد بخره باید کلان پول بده و دوباره اون مالیات هم تو به خودشون میره وارد کنندم قطعا میدونه خودشونند و میمونه ماشین داخلی که خب چند تا شرکت هن همشون هم مال خودشونه یا مال دولت یا مال سپاهه و چند برابر قیمت ماشیناشون رو بدون کیفیت پس حالا برو اونجا خودتو بکش کاری نمیکنم پس مثلا اصل جریانه اصل بازاره شما تو بازار سکه هم اگر بری کسی اجازه نمیده شما کاسبی کنی اصلا دولت هم بذار کنار اونجا بازار سکه است اونجا بازار مال بازاریاست شما تو بازار لباس هم که بری آقا همینطوره آقا اصلا بلند شو گدایی کن باز نمیتونی بازارش دست یه تعدادیه که اون تعداد این کارو میکنند هر کاری که بخوای بکنی تو کل دنیا فکر نکن فقط ایرانه سر چهارا فردا آقا یه دونتون امتحان کنه بلنش بره فال بفروشه کنار پیاده روی جلوی خونتون برو بشین گدایی کن ببین امشب میتونی میان جمعت میکنن بشین دست کن میان جمعت میکنن اصلا ف... اصلا کاری نداره ما... با ماشینت اومده بیرون مسافر کشی کنی خیلیاتون اومدن یه جایی عقت میکنن من دیدم دقیقا من دیدم که سر یه خطایی درگیری میشه دعوا میشه اینا اصلا چیزایی که آقا اینجا بازار اینه این بازار تو نیست تو رو اووردن تو این بازار بتیغند اگر چشمات باز نباشه بله آدم اگه چشماش باز باشه اطلاعات داشته باشه خیلی جا رو میتونه قصر در بره یا میتونه اصلا به نفع خودش قضیه رو برگردونه ولی که بسته بیاد به امیدی که این الان اینجا به من کمک میکنه این اومده تو داری میگه این بخوردت این که فکر میکنه اون بازارگردانه از جیب خودش میزنه میکنه تو جیب تو قطعا این کار اشتباس خب چه کاریه واسه چی پس اومده اینجا اومده اینجا پول در بیاره پولم از کجا در میاره تو جیب تو در میاره پس ببینید اصلا نمیخوره با هم من دقیقا خود دشپسند امروز صحبت رو بشنوید بله در ریل مناسبه بازارگردان هم داریم چه قدم خوبه واسه کی خوبه واسه خودشون الان واسه بازارگردان خیلی خیلی خوبه قیمت رو بالا پایین میکنن تو بهترین قیمت از شما میخرن تو بهترین قیمت هم به میفروشن ولی بهترین قیمت واسه خودشون تو بالا ترین قیمت به شما میفروشن تو پایین ترین قیمت همونو دوباره ازتون میخرند دوباره همینه همین، همینه همین عین بازار سکه عین بازار طلا عین بازار ماشین عین هر بازار دیگه این بازار ملک اگر این کار نباشی و بری تو کلا ولی خب دنبال نوسانگیری بگردی حالا کسی که دنبال یه ملک واسه خودش میگرده یه دونه میخواد بخره باید اونم چششو باز کنه وگرنه تو زانواش یه کلا میکشن کلش دوباره میخونم حرف خودشونه سقوط شاخص به کانال یک همه میلیونی با تناب بازارگردان ببینید خبری از بازارگردانی های بورسی و صندوق تثبیت نیست حالا برید حرف دشپسند هم بشنوید ببینید این دوتا سن انگار تو دو تا دنیا زندگی میکنند چون دقیقا هم دو تا دنیاست دیگه یه دنیا دنیای آقایونه یه دنیا هم دنیای من و شماست که داریم توی زندگی میکنیم خب امروز بازار با دیروز یکی بود دیروز هر قیمتی آخر وقت بسته شد امروز هم همون قیمت باز شد تا آخرش هم همون قیمت رفتیم اینشاالله ببینیم این صبحات تا کی میتونه ادامه داشته باشه فردا که پنجشنبه میشه شنبه یه شنبه هم که تعطیل میشه و فردا هم که اصلا فکر کنم فردا نه پس فردا کریسمس سال 2021 مون شروع میشه خب پس یه دفعه قیمت رو میخونم 25 و و 900 صرافی بانک هم که 25 700 قیمتش بود همون موند فقط یه تفاوت کوچولویی کرد اول وقت مثلا 25 600 ازتون میخریدن آخر وقت تا 25 700 هم ازتون میخریدن یه مقدار قیمت خریدشون اومد بالا حواله 26 و 300 بود همون هم موند اونس حدود 1880 حالا واسه تون میگم دوباره آب شده 4970 بود هنوز 49 49 هم ه 4960 49 میخرند و دولارش هم 25 و 300 حدودن سکم کم 11800 بود صرافی 11800 موند حالا میگم حالا میگه میگم میگم 11800 دیگه اگه صرافی بتون داد 12 من ازخای میکنم پس زیادم هست 800. شاید حتی چندترشم بگردید پیدا کنید 11700 هم بعد ازتون بخرن حالا اینکه من میگم بگم باید دیگه بایدی باید نیست ممکنه یکی 600 خرید. ولی دیگه اینه که هست آشنا داشته باشید قطعا نزدتون میخرن 6200 نیم چهار و ست روب سی و یک یورو خب هفته گذشته چنین روزی دیویس و پنجات رو من رفتیم بالا امروز چنین روزی موندیم خب خوبه اگه یادتون باشه دیروز و یادتونه دیروز یه ذره بالاتر بودیم از هفته پیش الان یه ذره پایین تریم از هفته پیش این دوباره خوبه همین صحباتمون نسبت هفته پیش خوبه همین که نسبت هفته پیش یه ذره هم پایینیم بازم این خوبه یعنی هفته پیش چنین روز ما 26 بازار رو تموم کردیم ولی الان نه همون قیمتی که بودیم 25800 یا الا 25900 موندیم ولی خب ماه قبل چنین روزی از 25 اومدیم 25300 دوباره ماه پیش هم روزی بوده که 300 تومن قیمتش رفته بالا و حتی سال قبل هم که کانال 13 بودیم باز تو چنین روزی 100 تومن قیمت رفته بالا که امروز حالا خودارو شو که حرکتی نداشتیم خب میانگین سالیانمون 2800 ماهیانمون 25 و, و حدودا 800 همین حدودی که الان هستیم هفتگیمون 25 و, و مثلا 780 ماوار همین حدودی هستیم که الان هستیم همه چیز بالانس همه چیز روبراست همه چیز منظمه بریم سراغ سکه دات اواجی. 1882. اونس دوسته اون هم همین حدود هی داره بالا پایین میکنه آب شده 4970 هزار تومنی 100 تا 105 تومن حباب منفی داره اون هم دوباره توی عرفیه که فعلا دیگه بهش عادت کردیم و اما سکه 11 میلیون و هزار تومنی 580 تومن بالاتر از قیمت تلاش در ایران داره فروخته میشه اگر مالیات حساب بکنیم 427 تومن هم تازه بهش بده کاریم 427 حباب منفی داره روی مالیاتش ولی اگر فقط تلاش رو در نظر بگیریم 580 تومن هم دارید زیاد پول میدید ولی تو ایران تو ایرانی که 105 هزار تومن آب شده حباب منفی داره حالا میایم بازار بین یعنی اونس رو در نظر میگیریم با دلار اون وقت 344 هزار تومن از تلاش بیشتر داریم پول میدیم و حالا اگر مالیات حساب بکنیم تازه تو 686 تومن هم داریم کم پول میدیم رب سکه 4900 هزار تومنی هم 978 هزار تومن همچنان حباب داره شب انشالله اگر عمری باقی بود توی اینستاگرام مسقال اختل اخبار در خدمتتون هستم بعد هم توی کانال ایار 24 سیوش خواهم کرد مراقب خودتون باشید